بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز، همراه باشید با خبرهای ساعت 13 از شبکه خبر. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با وزرای خارجه عمان و انگلیس تاکید کرد ایران تجاوز رژیم صهیونیستی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در گفتگوی تلفنی با آقای عراقچی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران دانست. دو طرف همچنین بر تداوم رایزنی‌ها برای توقف تجاوزات رژیم اشغالگر و کمک به مردم بی‌پناه غزه و لبنان تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه انگلیس خواهان توقف حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صهیونیستی شد. آقای عراقچی در پاسخ دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس که خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد گفت ایران در اعمال حق ذاتی و قانونی خود برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی طبق اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و منشور ملل تردید نخواهد کرد. وزیر خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت برای محکوم کردن اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و پاسخگو کردن این رژیم تاکید کرد. نتانیاهو 500,000 دلار بودجه فوری برای امنیت خانه‌اش درخواست کرد. این درخواست بعد از عملیات پهپادی حزب الله لبنان در شهر قیصریه صادر شده است. دو هفته قبل تصاویری از ورود پهپاد حزب الله لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی منتشر شد. منطقه قیصریه از حفاظت شده ترین شهرها در سرزمین‌های اشغالی محسوب می‌شود. با این حال آژیر هشدار تا قبل از حمله به محل سکونت نتانیاهو به صدا در نیامد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتشار تصاویری از اصابت پهپاد عملیاتی حزب الله لبنان به پنجره اتاق خواب نتانیاهو خبر دادند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین گزارش دادند خانواده نتانیاهو تشدید سامانه رهگیری و پوشش هوایی 24 ساعته را برای محل‌های اقامت خود خواستار شدند. مقاومت اسلامی عراق بار دیگر شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله قرار داد. این حمله پهپادی یک هدف نظامی در شهرک اشغالی کریات شمونا را هدف قرار گرفت. مقاومت اسلامی عراق دیروز هم مراکز حیاتی رژیم صهیونیستی را در بندر ام الرشراش یا ایلات و جولان اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داد. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده این حمله به منظور مقابله با اشغالگران و حمایت از مردم فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایت‌های مکرر رژیم قاسم صهیونیستی صورت گرفت. تشییع پیکر شهدای پدافند هوای ارتش در ماهشهر، کرمانشاه و بروجرد. شهیدان حمزه جهاندیده و مهدی شاهرخی فر در پایگاه هوایی ماهشهر تشییع شدند. دو فرزند داره شهید سرگرد حمزه جهاندیده. مردم کرمانشاه و بروجرد هم پیکر شهیدان سجاد منصوری و مهدی نقوی را تشییع کردند. فرمانده کل ارتش هم در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت 4 تن از نیروهای مدافع امنیت ایران در پدافند هوایی گفت شهادت همرزمان عزیز و سلحشور نیروی قهرمان پدافند هوایی ادامه راه ایثارگران دفاع مقدس است. ببر بیان کرده چون رستم به تن، ارتشیم، ایرانیم، حافظ خاک وطن، تخمه زالم پسر گیو و طوس، خاک ره فاطمه را داده بوس، تیغ دودم، همچو علی در کفم. بدرقه شهدای امنیت در شهرهای مشهد، زاهدان و فارس. آیین تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی تفتان در شهرهای مشهد و زاهدان و شیراز برگزار شد. در مشهد مقدس مردم این شهر پیکر شهید ستوان دوم مهدی خموشی علی آبادی از شهدای حمله تروریستی تفتان سیستان و بلوچستان را
از مهدیه مشهد تا حرم مطهر رضوی تشییع کردند. در زاهدان پیکر شهید نعمت نوری بر دستان مردم این شهر تشییع و در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت. در شهر شیراز هم پیکر شهید علیرضا علیزاده در حرم شاه چراغ تشییع شد. دفاع از کشور خرافتم، جانم فدای رهبرم هنانه. برای مردم خدمت کردن، جونشون رو برای راه امام حسین و خدا دادن. دشمنان بدانند که خون این شهدا وحدت استان سیستان و بلوچستان، وحدت شیعه و سنی را بیشتر و بیشتر خواهد کرد و روسیایی برای دشمنان، برای گروهک ها معاندین تروریست خواهد ماند. به افتخار وطنمون همه شهید شدن. اینها همه مزدوران اسرائیل، آمریکا و انگلیس هستند. اینا دست پرورده اونها کور خوندن. ما همیشه در صحنه هستیم و همیشه گوش به فرمان رهبری. شام در راه انقلاب بید، انقلابی بید. هدیه کردم به رهبر معظم انقلاب، رهبر عزیزم. در راه وطن شهید شد. تقدیمش کردم به شهدا، تقدیمش کردم به رهبر، تقدیمش کردم به میهن. همچنین در استانهای گلستان و یزد پیکر شهیدان ایمان درویشی و هادی زارع مورد استقبال مردم قرار گرفت. این شهدا در حمله تروریستی روز شنبه به دو واحد گشت انتظامی پاسگاه گوهرکوه شهرستان تفتان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند. پس از این حادثه تروریستی، یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با همکاری سربازان گمنام امام زمان در یک عملیات پهپادی 4 تروریست مرتبط با این حادثه را. آفریقای جنوبی اسناد و شواهد تازه‌ای از نسل کشی رژیم صهیونیستی به دیوان لاهه تقدیم می‌کند. منابع دیپلماتیک آفریقای جنوبی می‌گویند این گزارش در بردارنده شواهد و مدارک جدید با جزئیات پزشکی قانونی برای محکوم کردن اسرائیل در دیوان لاهه است. آفریقای جنوبی اواخر سال گذشته میلادی پرونده نسل کشی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را به دیوان لاهه ارائه کرد و رسیدگی به آن را تحت کنوانسیون 1948 نسل کشی خواستار شد. تاکنون چند کشور دیگر از جمله ترکیه، نیکاراگوئه، مکزیک، لیبی و کولومبیا به این پرونده پیوستند. ایران هم از شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی حمایت کرده است. جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه تاکنون منجر به شهادت دست کم 42,000 نفر شده که بیشتر آنها زنان و کودکانند. اما خادمیار امام رضا طلا و ماشینش را به جبهه مقاومت هدیه کرد. همه هموطنان می توانند برای کمک به مردم فلسطین و لبنان با شماره گیری 3*14 مربع به این پویش همدلی بپیوندند. لیست اجناسی که امروز به وسیله این کاروان به جبهه ارسال میشه حوالی سال 58 که به صورت کاروانی امروز اعظم هستن. همان موقع که انقلاب تازه داشت پا میگرفت، جنگ تحمیل شد. برای پیروزی در جنگ البته همه جانبه پای کار آمدند. پدران، همسران و پسران در جبهه ها جنگیدند. مادران و همسران و دختران هم در پشت جبهه. هر کس هر چیزی را که داشت فدا کرد. وظیفه داریم حمایت کنیم هر جا که باشه. حالا الان در